مقرر است که مدیر مثلا 978 بازمانده ای که کارمندان گمرک میدان هوایی بین المللی حامد کرزی از قاچاقان پیشگیری کردند که اکنون به موزیم ملی سپرده شدند. اما بخش از این بازمانده ها را مانند این سنگ دایره‌ای مرمری که بیش از 300 قطمت دارد شهروندان کشور به موزیم ملی سپردند. از این دیزاینی که دو کار شده در از وقت تیموریان هرات این ما سابقیشه تثبیت کرده میتونیم. به گفته ی وزارت اطلاعات و فرهنگ، کاوش، کندنکاری و قاچاق بازمانده های باستانی در سالهای اخیر به یک شغل مبدل شده است و تنها در جریان جنگ های داخلی در دهه 70 بیش از 70,000 بازمانده باستانی به یغما برده شدند و بخش از این آثار که شامل پیکره ها می شوند به شمول تندیس های بودای بامیان از سوی طالبان شکستانده شدند. باستانی اثر و عتیقه اثر و هغه اثر چې هغه تاریخي قدمت لري د هغوی د کنټرول وظیفه او د هغوی د قاچاق د مخنیوي وظیفه هم په مسئولیت د هغوی د ګمرکاتو په غاړه باندې دی. از افغانستان همچون موزیم بی سقف تعبیر می شود، زیرا به گفته پژوهشگران تاریخ و باستانشناسان افغانستان با داشتن بیش از 5,000 سال میراث مستند و مکتوب بخش بخشان در هر دوره تاریخی در شکوه بوده است و این میراث ها قابل ردیابی هستند. قاچاق آثار باستانی، حفریات غیر قانونی و دست زدن به میراث های فرهنگی به منظور غارت، به منظور سوء استفاده مطلقاً خیانت است. بر بنیاد اطلاعات موزیم ملی در یکونین دهه گذشته بیش از 15,000 بازمانده باستانی از موزیم ملی و ساحه های باستانی که به کشورهای آسیایی، اروپایی و آمریکایی قاچاق شده بودند دوباره به کشور برگردانیده شدند و اکنون 18 بازمانده باستانی که در موزیم های در ژاپن، انگلستان، آلمان و آمریکا شناسایی شدند قرار است در ماه های آینده به کشور برگردانیده شوند.